ایران در آینه جهان. گرانت شاپس، وزیر دفاع بریتانیا: این تحریکات خطرناک ایران و نیروهای وابسته به آن باید پایان یابد. بریتانیا همچنان متعهد به تضمین کردن این امر است که تلاش‌های غیرقانونی برای بستن دریاها برای تجارت شکست بخورد. دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا: ایران یک نفوذ کاملاً بدخواهانه در منطقه و جهان است و در این شکی نیست. شما با حوثی‌ها مواجه هستید، با حزب الله، شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق مواجه هستید که در واقع به پایگاه‌ها و نیروهای بریتانیایی و آمریکایی حمله می‌کنند. ما باید با متحدان خود کار کنیم تا مجموعه‌ای واقعاً قوی از اقدامات بازدارنده علیه ایران ایجاد کنیم. نوربرت روتگن، عضو کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان: رژیم آخوندها رعب و وحشت را در سراسر منطقه صادر می کند. اما سیاست آلمان و اتحادیه اروپا در قبال ایران به جای پرداختن به این مشکل از نظر موضوعی کاملا محدود به برنامه هسته‌ای است. این سیاست شکست خورده است و باید با واقعیت منطبق شود. سناتور بیل هگرتی، عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا: متاسفانه یک شهروند آمریکایی دیگر در نتیجه حملات تروریست‌های حماس تحت حمایت ایران جان خود را از دست داد. جان چند آمریکایی دیگر باید از دست برود تا رئیس جمهور آمریکا جو بایدن مسیر خود را تغییر دهد و به مماشات با ایران پایان دهد. سناتور جان کورنین، عضو مجلس سنای آمریکا: نیروهای شبه نظامی ایران در حال ارائه اطلاعات لحظه‌ای به حوثی‌های یمن هستند که شورشیان آن از آن برای هدایت پهپادها و موشک‌ها برای هدف قرار دادن کشتی‌های عبور کننده از دریای سرخ استفاده می‌کنند.